من کتابم به دوستان فارس یا ملت فارس ماشی و تعلق فارسی دارم حالا خوشون جمع زبان من فارسی ملت نیستی به هر حال ما اونا را به عنوان ملت میشناسیم و متاسفانه اونا نمیخوان از خودشون تعریف بدن که خوب بود اونا میگفتن که خلاصه ما چون ما همه مون میگیم که ما مثلا ترکیم اون میگه کردم اون میگه بلوچم اون میگه من نیستم پس تو چی هستی؟ به هر حال اونا هم یه جاهای معینی زندگی میکنن اصفهان، توی بخش خراسان زندگی میکنن یا کرمان اونا هم منطقه کمپکتی سرزمین زندگی میکنن اونا تو آذربایجان زندگی نمیکنن تو عربستان ها زندگی نمیکنن تو کردستان زندگی نمیکنن پس یه جاهای معینی زندگی میکنن ما باید اون منطقه خودشون رو مرزهای خودشون معین کنن این واسه خودشون مشکله ما ترک‌هاش نباید به اونا مرز نشون بدیم چرا مرز شما این داست اگه اجازه بدین آقای فرخ نژاددار ما به شما مرز نشون خواهیم داد بیشیم که از اونجا تا اونجا جای شما در رابطه با مسئله ملی عملاً هم میبینیم شما همینجا که نشستن اونا هیچ تعلق ملی کردن، بلوچن، کردن، ترکن اینا صحبت میکنن و اینها مینویسن شما یه فارس استثنایی میتونید پیدا کنین که بیان روی مسئله ملی اصلا زحمت بشه خودشون زحمت بینسازن اونها مسئله حلده اینها هستن که این همون صحبت روز کنون که زنها هستن که از منافع خودشون دفاع میکنن می نمیسن فلان ستاره ملی فمینیزم هم این داستان ها این همین داستان مسئله ملی هم هست اینجا هم صحبت ها تماما این یه چیز خیلی مشخصی دوستان عزیز شکاف خیلی جدیه تجزیه بالای سر ما همه ما هستش ما نمیخواییم هزینه خیلی سنگینی بدیم اگه میخواییم خلاصه ما که نمیتونیم از کردها جدا بشیم یا خانه‌خان همسایه هم خواهیم بود با فارس‌ها همسایه خواهیم بود چه فدرال باشیم چه مستقل باشیم دوستان فارس باید آستین رو بالا بزنن صرف به مسئله جدی توجه کنن خودشون رو به خواب نزنن ببینید مسئله پروسه ملت شدنجی که ما میخواییم ملت شدن این چیز خیلی متأخریه اونطوری نیست که ما میگیم 100 سال 100 سال ما غلط کردیم یعنی اون فاتح‌های ما آذربایجانی ها که رفتیم میگم این داستان ها کهنه شده دوستان عزیز ما الان توی یه وضعیت جدیدی هستیم یه وضعیت تازه‌ای هستیم به این توجه کنیم انقلاب خودش فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بعد افغانستان با اون وضعیت عراق اون وضعیت اینا خودشون و بعد شمال کشور شما آذربایجان و بعد ترکیه و بعد اینترنت و این داستان ها مسئله جدی جماعت تهران یعنی ترک ها چی بیشتر دنبال تلویزیون های ترکیه هن. من فامیل هایم اومده اونا سریال های ترکیه رو تعقیب میکنن تو تهران تو مسائل آذربایجان بیشتر دخیله ما نمیتونیم بخوابیم عرب ها این همین داستانه اینترنت اصلا وسیع ما اینجا دو خط مینویسیم عالم عالم میدونن اون داستان قدیم که اصلا قیچی شده بود کسی از کسی خبر نداشت این نیست اینه که مسئله جدیه شما باید به خصوص اون دوستانی که در جمهوری اسلامی که ازش گذشته اون اعتنایی نمی کنه سرکوبا سنگین است ادامه میده اعلام میکنه ما انتظاری از اون نیست اونها که خودشون رو اپوزیسیون میدونن مخالف این سیستم میدونن اونها باید آستین رو بالا بزنن من جدی میگم شما نگاه کنید الان چند وقت پیش حدود 7 ماه پیش تو آمستردام یه جلسه ای بود جلسه ای از این آذربایجانی ها آن 95% همون از سازمان های چپ سابق بودن یعنی تو سازمان های سراسری به اون معنا نه بلوچی مونده نه ترک البته استثنا مونده چون اونا خودشون رو میخوان صاحب مملکت بشن و اینا به این ایده ولی باز اونا هم کمن و اونا هم تو داخل خود سازمانشون نمیدونم اگه مسئله ملی رو صحبت کنن نوعا تزیه طرف و ناسیونالیست شناخته میشن این واقعیته ولی شما یه بلوط یه عرب یه کرد تو داخل سازمانهای خودشون رو عمومی سراسری میدونن پیدا نمی کنین اینا یا سازمانهای خودشون تشکیل دادن یا خواهند داد یا عضوشون هستن یا عضو میشن الان کدوم سازمان سیاسی میتونه ادعا کنه که من سراسری هستم نه از مدایدی نه اشتریت نه حزب توده نه حزب کمونیست هیچ کدومشون سراسری به اون معنا نیستن نه به اون زبان می نویسن نه به اون مناطق التفات می کنن نه اصلا مسئله ایشون هست یه چیزهای عمومیه که معمولا تو تهران و مرکز اتفاق می افته به این مسلطن یعنی به این مسائل توجه می کنن کجا از بلوچستان نوشتن اون واقعا اون فلاکتی که اونجا هستش خود بلوچستان میدونن چیه عرب ها
دوستان عزیز روی نفت نشستن فقر و فلاکت بیداد می کند. این همه اصلا فضای کجای دنیا دیده شده است. شما تو کشوری هستین که از اون وقت علیه اسرائیل مثلا ظاهرن علیه یهودیت و اینا از اون وقت علیه عرب ها یک چیز متناقضیه. از اون وقت از حماس دفاع می کنیم، از این وقت عربستان رو اصلا سرکوب می کنیم. این یعنی باید خود این روشنفکران فارس ما، سازمان های فارس ما، من اونها رو من میگم که خوب می بود فارس ها واسه خودشون یه سازمان می زدن، می گفتن ما سازمان این بقیه ملت ها مثلا می گفتن کمیله می گفتن من مال کردستان هستم، علاقی به من برسست به سرتاسری نزنی. من میگم من تو آذربایجان فعالیت می کنم، من فارس ها میشه که ما تو فارسستان فعالیت می کنیم. آخه اصلا این که نمیشه. بعد یک نوشه هم به طرفتون میدم، من خودم سالهای طولانی سازمانهای سراسری بودم، طولانی یعنی نه 20 سال 30 سال بیش از 30 سال. این مسئله که من احساس میکنم اینو با تمام وجودم تو سازمانهای سراسری احساس کردم، تحقیر توهین نه مستقیما. میدونین که تو زندان هم همین بود، ترکی میخوندن کردی میخوندن همهشون این، ولی وقتی مسئله جدی میشه دیگه مسئله فرهنگی آواز خوندن نیستش. اینجا تو میخوایی تو قدرت سیاسی سهیم باشی و اجازه نمیدن. مشکل ما مسئله ما در قدرت سیاسی، ما میخواییم بشکنیم این سیستم رو بشکنیم، ما در قدرت سیاسی ما ترکا سهیم باشیم. خیلی سپاسگزارم.